سلام امیدوارم شاد و سرحال باشید به دوره جنگو که توسط لرن فایلز خدمتون ارائه شده خوش اومدید توی این دوره آموزشی در مورد این صحبت میکنیم که چرا باید از یک وب فریمورک استفاده بشه یا یک فریمورک چیه که توی قسمت ابتدایی کامل به اینها میپردازیم نسخه ای که برای ساخت وبسایت استفاده میکنیم نسخه پایتون 3 و 6 و 4 هست و جنگو 2 و 3. و اینها آخرین نسخه هایی هستند که تا سال 2018 اینها تولید شدند اما بریم یک نگاهی به سرفصل های دوره بکنیم خب توی فصل سفر ما یک خوش آمدگویی رو داریم و با مدرس آشنا میشید با همدیگه آشنا میشیم و میدونیم اینکه چطور باید کار بکنیم توی فصل اول تمامی پیش نیازهای لازم رو با همدیگه نصب میکنیم داخل سیستم عاملتون و آماده کار با فریمورک کامل جنگو میشیم توی فصل دوم مبانی جنگو اینکه وب فریمورک چیه و داخل فصل سوم میایم بخش های مختلف یک وبسایت رو با هم دیگه بررسی میکنیم و در نهایت یه دونه هلو رو با هم دیگه میسازیم در بخش بعدی میایم با بانک اطلاعاتی و مدل کار میکنیم که خب همونطور که میدونید جنگو MVC هست و با تک تک بخش اون کار میکنیم که البته به جنگو نمیشه گفت MVC باید بگیم MTV که کامل در مورد اینها صحبت میکنیم و توی فصل چهارم یه پنل ادمین کوچیک رو با هم دیگه راه اندازی میکنیم و اینکه دیتابیس خودمون و جداولمون رو میسازیم خب توی فصل پنجم میایم مسیریابی رو با هم دیگه طی میکنیم و اینکه بدونیم چطور مثلا بریم به صفحه about contact محصولات لیست, لیست کردن محصولات و جزئیات محصولات خب توی فصل ششم قالب خودمون رو کامل میکنیم اینکه چطور میتونیم از موتور قالب جنگو که جینجا هست استفاده بکنیم و تمامی نکات لازم رو اون تو یاد خواهید گرفت توی فصل هفتم هم بخش جزئیات پنل ادمین رو با همدیگه کار میکنیم اینکه چطور اکشن بسازید چطور بیایید پنل ادمین رو ترجمه بکنید و کلی کار دیگه و توی بخش بعدی که بخش پیشرفته ما هست یک ام... ت... به صورت ترکیبی از فصل های قبلی اومدیم نکاتی رو به شما گفتیم مثلا اومدیم در فصل مدل ها فقط شیوه درست کردن جدول رو گفتیم اما توی بخش پیشرفته اومدیم به شما گفتیم چطور بیای توسط مدل خود جنگو ارتباطات یک به چند چند به چند و بخش پیچیده یک وبسایت رو درست بکنید توی فصل نهم میایم احراز هویت رو با هم دیگه طی کنیم و میدونیم چطور باید سطح دسترسی های مختلف رو بدیم گروه کاربری بسازیم و اینکه چطور بیایم احراز هویت بکنیم لاگین بکنیم ساین اوت بکنیم و کلی کار دیگه خب توی فصل دهم ده که دیگه اواخر فصل خودمون رسیدیم میایم فرم ها رو با هم دیگه طی میکنیم این که چطور باید با فرم ها رفتار بکنیم چطور میتونیم فرم های خودمون رو بنویسیم در فصل یازدهم هم آماده ایم تا سرویس و خدمات خودمون رو در دسترس عموم قرار بدیم و توسط رست فریم ورک خود جنگ و بخش API پی آی رو پیاده سازی خواهیم کرد و باید بهتون بگم که این دوره پروژه محوره و برای کسایی که تا به حال طراحی وبسایت هم نکردن مناسبه اما باید شما قبلش مقدمات پایتون رو بلد باشید و حتی از دیزاین کردن وبسایت ها ها مقداری بلد باشید منظور از دیزاین کردن وبسایت ها فقط دانش HTML و CSS هست و حتی ما با جاوا اسکریپت کاری نداریم اگر تو این زمینه ضعیف هستید اصلا مشکلی نخواهید داشت و فقط کافیه یه دانش اولیه از HTML تگای HTML اینکه چه چه جوری میشه یک محتوایی رو به این شکل نمایش داد رو داشته باشید و روتمپی رو براتون در نظر گرفتیم تا بتونید جایگاه خودتون رو بشناسید و به عنوان یه دونه جونیور دیولوپر توی شرکت ها برید استخدام بشید یا ایده خودتون رو پیاده سازی بکنید یا حالا برید داخل تیم های استارتاپی حتی کار بکنید امیدوارم این دوره لذت کافی رو براتون داشته باشه لطفا با پیشنهادات و انتقادات خودتون تیم توسعه ما رو و همچنین شیوه ارائه مطلب رو بهبود ببخشید امیدوارم همیشه موفق و معید باشید